راننده میگفت برای حمل بار از اهواز به تهران 1,780,000 تومان به کامیوندار داده میشه که از این میزان 400,000 تومان به راننده بابت حق سرویس، 150,000 تومان بابت عوارض، 100,000 تومان بابت خوراک، 150,000 تومان بابت گازوئیل و 420,000 تومان هم بابت سایر هزینه های کامیون از اینها در واقع پرداخت میشه و هزینه میشه و اون چیزی که به طور خالص دست راننده رو میگیره 300,000 تومانه. حتی در بهترین حالت اگر هفته ای یک تردد هم به راننده داده بشه جمعاً در ماه میشه 1,200,000 تومان که نسبت به خط فقر که الان با جهش قیمت دلار به گفته کارشناسان خود رژیم به 7,000,000 تومان رسیده در واقع چیزی حدود 1/6 خط فقره. این اون آتشیه که از طرف شرکت‌های ترابری وابسته و در چنگ رژیم آخوندی با استثمار و بهره‌کشی به جان کامیوندارها و راننده‌ها افتاده. در امام و بندر ماهشهر خدمتتون عرضم که امروز 15/7/97 تمام کامیونداران عزیز می‌دونن که این محور باید همینجوری قطاری پشت سر هم ترلی و تانکر ازشون سبقت بگیری، باید اینقدر شروع باشه. و هر حال خواستن توانستن است، حق هم گرفتن نیست. آقا زد دستان به یزد و چرمان و زاهدان نصف ایران. این هم وضعیت ماشین، یه تانچ شیر ظلم و دو تریدی دارد میرد چه باید برد، ولی دیگه نمیتونه دی بنده خدا بکنید. هر صبح زیره میاد میرد من رویتش بکنم، یه چارت دیسا شاخر یه همه باره پیدا شده همه هم با لیبو شیرید، یه سال لیبو شیرید. این هم وضعیت مغازه هایی چه دیگه خودتون همه را ندایی را میدونن. در ورودگاه از پرس هم اسمونه بالا دیگه هم جارید از بی ماشینی ببینید یه تچی خالی و بله. سلام صبح خیر بچه های با غیرت گروه. امروز 15/7/09 بالا یه ماشین هم پر نمیزن تو جاده ساوه. ۱۵/7/97 اعتصاب رانندگان زاهدان. به نام ایران سرای عزجان بمان به میدان ها، بخوان به فریاد مبر تو از جان سرود پیمان ها.